خونه تاریخی رادان اومدیم، همینطور که میبینید این یه بخش از خونه است که اورجینال باقی مونده از اون خونه قدیمی. این پشت یعنی ضلع غرب من و ضلع شرق من هم دوتا خونه دیگه هست که اینا کلش یه مجموعه بوده. عزیزان من تو این خونم که رفتم پشت این گفتم خدمت شما حوض خونه یه فوق‌العاده دیدنی داشت، الان اسمش هست خونه یه دیبایی و هتلی هست در واقع که حالا فعلا که توریست نیست، کسیر گروهی راه نمیده و خدمت شما آرزم نمیشه مثلا برد گروه رو اونجا. آره ولی عرض کردم حوض خونش خیلی زیباست، از اون حوض خونه هایی بود که من وقتی رفتم داخلش دلم نمیخواست بیام بیرون. خب حالا همین اتاقی هم که اینجا میبینید اوروسیه قدیمی داشته، اون قسمت بالاش هنون قدیمیه هست، گچبری ها رو دارید میبینید، آینه کاری رو میبینید، تاخچه هایی که مقرنس کاری شده، بقیه اتاقا به اصطلاح اون تزئینات لازم رو یعنی اون تزئینات قدیمی رو نداره، ساختش جدیده. بله ولی این قسمت قسمتی هست که هنوز اورجینال از اون موقع مونده. ببینید همین یه تیکه اتاق چقدر مفرحه، آدم دوست داره بشینه. یه سری جلسات مذهبی هم اینجا هست، هم جلسه روزه برگزار میشه هم جلسه یه قرآن. اگه دوست داشتین تشریف بیارین چهارشنبه ها هیئت اینجا. ولی باز مال شخصی خودش. بله بله همش به هم نه حالا ساکن هم باشن ساکن موقتا، ولی منظور این که بله آره شما الان چهارشنبه میتونید هیئت بیان. اتفاقا فکر کنم دوشنبه ها هم یه جلسه خاص خانوما هست. شنبه ها نه شنبه ها مال جلسه قرآنه. بله من شنبه اومدم آقای گوهری فر استادم و بعد 30 سال دیدم. این خاج آره 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 ولی ببین اون خونه جلویه و خونه پشتیه اینا همه یه مجموعه بوده ها و هم بوده، حالا هی جدا شده. آره این خونه خیلی دیدنیه جلویه ها. آره اینم خودش هست. آره خانه دید. آره همه یه مردم قدیمی همچین ثروت نشه، اینجا خونه تاجری چیزی بوده درسته؟ من در مورد مالکش و ثروتش تحقیق نکردم. نه منظورم اینه که همه خونهای قدیمی اینجوری نبوده که. خب نه بله ولی من از آقای رادان پرسیدم گفت که تو سندا کل این خونه به نام دیبایی بوده کلش. نه که مثلا ببینیم تو کتاب رجال ببینیم در مورد زندگی نامش چی نوشته. نه خب
نه ولی اگه دوست داشتیم به عزیزان ببینید من یک چهارم یک پنجم مطالب مسجد علی موند. این مسجد علی خیلی دیگه مطلب داشت، منارش، مدرسه یه حاج حسن، خدمت شما عارضم، من امامزاده هارونیه، اون معجزه تراشیایی که 1329 قمری برای امامزاده شد، بله، و مکرم اصفهانی اومد با زبان شعر این خرافات رو به باد نقد گرفت. حضور شما عارضم که چاه حاتم و چاه حیدر هندی که اینا خراب شده، یه سقاخونه‌ای داشت که خوشبختانه عکس شما داریم، این سقاخونه تو صحنه حیات امام هست که بوده که تخریب شده، خود صحنه امامزاده هارونی مدرسه بوده، اسم مدرسه بوده مدرسه یه میرزا شاه حسین، این هست خدمت شما عارضم. تو همین یه تیک ساباتی که ما اومدیم، حالا دوست داریم الانم میریم یه 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه میشینیم استراحت میکنیم میریم، دوست داشتید بمون؟ نه شما برسید به کلاس. ولی اینجا یه کوچه باریکی، یه کوچه تاریکی بهش میگن، اینم خیلی دیدنیه. حالا میریم ببینید تاریک، حالا چرا قوه هست. تو همین یه تیک ساباتایی که اومدیم شاید به شما بگم حداقل 10 تا خونه تاریخی هست، باورتون میشه؟ 10 تا خونه تاریخی فقط تو